ادامه داستان. رابرت برخاست و گفت بهتر است سر به ساختمان های اطراف بزنیم. حتما هنوز کسانی هستند که زنده اند و نیاز به کمک دارند. دانل تایید کرد و امیدوارانه گفت حتما همین طور است. نگاه به اسلحه‌اش انداخت و گفت خب، ما 3 گلوله بیشتر نداریم. بهتر است به جای جنگیدن فکر فرار باشیم. هر 3 به سوی درب ساختمان رفتند. در حالی که زوزه سگ‌های گرسنه شهر در سکوت مخوفش می‌پیچید. دانلت با احتیاط دستگیره در را فشرد و در به آرامی باز شد. داخل تاریک‌تر بود و او چراغ قوه‌اش را روشن کرد. نور میان ظلمت افتاد و آنها توانستند مقابلشان را ببینند. حال بزرگی که با پله‌های طولانی و طبقه بالا می‌رفت. غبار و خاک همه جا را فرا گرفته بود. چنین به نظر می‌رسید که مدت هاست که در این مکان کسی نیامده و به حال خود رها شده است. آنها هرچی نگاه کردند، انسان یا حتی جنازه ای ندیدند. لحظه نور چراغ روی ساعت دیواره افتاد. دانلد با دقت به ساعت بزرگ خیره شد. هنوز آثار خون روی شیشه آن دیده می شد. ساعتی که وارونه شده و عقربه هایش دیوانوار به عقب می چرخید. گویی زمان با گذشته باز میگشت. رابرت به گوشه دیگری نگاه کرد، جای کنار پله‌هایی که با انبوه از میزهای در هم شکسته مسدود شده بود. گویی سعی کرده بودند راه ورود چیزی را ببندند. دانلد هم با آن سو متوجه شد و با تعجب نور را میان میزهای تل انبار شده انداخت. آرام پرسید یعنی چی اونجاست که خواستن پنهانش کنن؟ با آرام با آن سو رفتند. از لابلای چوبها و تخته ها درب چوبی کهنه دید که با زیر زمین ساختمان منتهی می شود. دره که درست زیر پله ها قرار داشت. دیانا با ترس گفت اینجا چه خبر است؟ دانلد متفکرانه پاسخ داد راه هست که باید ازش سر در بیاریم. رابرت پرسید این راه با کجا می رود؟ دانلد چشمانش را تنگ کرد و گفت به جهنم.